چرا طی 4 سال اخیر از هر تکنیکی برای تضعیف ریاست جمهوری ترامپ استفاده کردند؟ حتی توییت های پرزیدنت ترامپ رو نشانه کنترل مدرک می زدند. اینا میگن این حرف انگلیسی که زد سنسورشیپه. خب اینا خیلی جالبه. اینا کسی که بزرگترین تریبون دنیا رو داره، کسی که صد حرفی که میزنه بیشتر از هر کسی تو جهان داره شنیده میشه، چون زیر توییتش دارن میذارن که این کارکشن براش میذارن، تصحیح میکنن حرفشو، میگن فکر میکنن دارن ترامپو سنسور میکنن. خب شما اصلا میگن مثلا میگن آزادی بیان کجاست؟ آزادی بیان چه ربطی داره به این؟ این روی توییتر پلتفرم خودشونه، هر کاری تو که آزادی بیان معنیش این نیست که تو هر رو هر پلتفرم یک کسی دیگه هر چی دل بخواد بگی بگی. تو خودت ترامپ حتی بدون توییتر و فیسبوک هم بزرگترین پلتفرم جهانو از روی خود وایت هاوس داره. خب بدون توییتر هر حرفی بزنه همه جای دنیا میشنوه. کی میتونه اصلا امکان داره کسی بتونه رئیس جمهور آمریکا رو سانسور بکنه؟ اصلا معنی کلمه سانسور رو اینا نمیفهمن. یعنی این هر حرفی میزنه همه میدیای جهان، همه این کسایی که این همه بدش میاد تک تک حرفاشو میان پخش میکنن، بعد میگن که شما رئیس جمهور ما رو سانسور کردید. آخه یه بحثی هست، این که مخالف ترامپ هستن به معنی سانسور یا به معنی چیز دیگه نیست. دقیقاً. و دفعه اولی هم نیست که رسانه ها یا بخشی از رسانه ها یا بخش بزرگی از رسانه مخالف یه سیاست مداره مثلا یا یه رئیس جمهور ترامپ. همیشه قانونش همینه، وقتی یه رئیس جمهور دموکرات داریم رسانه های راستگرا مخالفشن، وقتی یه رئیس جمهور راست و جمهوری خواه داریم رسانه های چپ و حالا میانه رو اینها مخالفش هستن. چیز عجیبی، مگه جورج بوش مگه همین نبود؟ مگه اوباما نبود؟ فاکس پدرشو در آورده بود و خیلی های دیگه قبل از اون. یعنی چیز عجیبیه که رسانه، این یعنی آزادی رسانه رو نشون میده، این آزادی بیان رو نشون میده که رسانه تو مملکت حق داره که برخلاف قدرت حرف بزنه و نقدش کنه و هر کاری میخواد بکنه. این آزادی رو نشون میده نه سانسورشیپ رو. خیلی جالبه، نگاه کن این حرفش، میگن حرفش رو سانسور کردن، رو MSNBC حرفش رو قطع کردن، یه چیز دیگه دارن میذارن، انگار مثلا MSNBC باید همه حرفای ترامپ رو بذاره، اگه نظره سانسوره. ترامپ داره هنوز حرف میذاره و همه هر کسی بخواد بتونه میتونه بره لایف استریمش رو نگاه کنه. خب ولی چون MSNBC تصمیم گرفته دیگه ادامه نده، بقیهش رو پخش نکنه، میگن سانسور شده. یعنی تو اگه کسی بیاد بگه من باید حرفم رو MSNBC پخش بشه و اینو پخش نکنم، به این میگن سانسور، به این میگن سانسورشیپ. اصلا معنی سانسورشیپ رو اینا نمیفهمن. ترامپ هنوز داره ادامه حرفشو میزنه، هر کیم بخواد میتونه بره گوش کنه، ولی میگن چون اینا دوستان، چون تو شبکه خودشون دیگه نخواستن، شبکه خصوصی خودشون دیگه نخواستن ادامه بدن، میگن به این میگن سانسورشیپ. فکر کنید این چه معنی داره که رئیس جمهور آمریکا توسط شرکت‌های آمریکایی سانسور بشه؟ سانسور توسط شرکت‌های آمریکایی؟ یه تو آمریکایی که شرکت‌های خصوصی حق دارن با شرکت خصوصیشون هر غلطی دارن، آزادی دارن که هر چیزی دلشون بخواد پخش کنن. اینا که شرکت‌های دولتی که نیستن که باید حرف ترامپ حتما پخش بکنن. شرکت خصوصی چیزی که بخواد پخش می‌کنه، چیزی که بخواد پخش نمی‌کنه. تو اگه چیزی که بخواد پخش نکنه که نمیشه سانسورشیپ. واقعا اینا احمقه. این پا نشانه فساده، نه تنها فساد بلکه خیانت به این نیگه خیانت. ببین این چیزی که جرم حساب میشه. چی گفت انگلیسیش چی بود؟ تریزن گفت. تریزن به میگه تریزن، این جرم. یعنی این میگه MSNBC حرف ترامپ رو پخش نکردنش تریزنه، چیزی که تو آمریکا این جرمه. یعنی اگه این واقعا تریزنه، این فکر میکنن باید برن آدمای MSNBC رو بذارن پلیس بره دستگیرشون بکنه به خاطر خیانت به دولت، برای اینکه حرف رئیس جمهور رو تا آخرش پخش نکرد. یعنی این حرف، بعد این حرف رو دارن مردم جدی میگیرن. اینا رو این ویدیو الان همه این ویدیو که الان داریم نشون میدیم همه جا داره وایرال میره و اینو جدی دارن میگیرن. و این حرف حسابش اینه که کسی، یه شرکت خصوصی تو آمریکا اگه حرف رئیس جمهور رو تا آخرش پخش نکنه، این تریزنه و این تریزن چیزی که تو آمریکا جنایته. توسط شرکت‌های آمریکایی سانسور بشه. اینها نشانه فساده، نه تنها فساد بلکه خیانت. اگر این یک جوک بود، من میتونستم ساعت‌ها به این جوک بخندم.
ولی جوک نیست، این یک واقعیته. تصور کنیم فقط اندکی از خبرهای رسانه‌های فیک اگر درست بود، چرا در رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌ها به ما اجازه نمی‌دن خبرهامونو به دست مخاطبمون برسونیم؟ فرض کنید اگر انتخابات به سرقت رفته باشه و دولت ما سرنگون بشه و رسانه‌های اصلی اجازه ندن ما صحبت بکنیم و در موردش حرف بزنیم، شما چطور میتونید از این اتفاق با خبر بشید؟ میگه میگه ما اجازه نداریم حرف بزنیم. این ویدیوش الان روی یوتیوب 1,000,000 ویو داره. این ویدیو الان روی یوتیوب 1,000,000 ویو داره. بعد میگه به ما اجازه نمیدین حرف بزنیم. تو داری حرفتو میزنی، هیچ کسی هم سانسورت نکرده. بعد میگه به ما اجازه نمیدین حرف بزنی. حرفای شما همه جا داره پخش میشه. اگر رسانه‌های اصلی توان کنترل خبرها و اسامی عمومی رو داشته باشند، از جمله رئیس جمهور، حقیقت اهمیتی داره؟ اگر بهتون بگم همه شبکه‌های خبری ما از جمله شبکه فاکس به طور ابزاری برای کنترل خبر انتخابات استفاده شدن چی؟ نگو ترجمهش خیلی بده. کنترل خبر کنترل خبر اطلاعات نگفت، گفت کنترل عقاید. خب که خیلی جالبه، برای اینکه این حرفی که داره میزنه درباره این اخبارا، این ویدیو خودش هم داره همه کار میکنه. میگه که این ویدیو، این میدیاها دارن سعی میکنن که عقاید شما رو روشون تاثیر بذارن. خب جدی میگی؟ یعنی شما میگی فاکس نیوز معلومه که داره این کارو کی یه حرف آره معلومه یه چیزی میگه انگار مثلا یه چیزی کشف کرده. آره معلومه که همه این میدیاها میخوان رو نظر شما تاثیر بذارن. یه چیز دیگه، این ویدیوی که خودت هم داری پخش میکنی داره سعی میکنه نظر مردم تاثیر بذاره. پس تو برای چی این ویدیو رو درست کردی؟